من بعد از فوت همسرم دخترم رو برای اینکه در حقیقت بتونم هدایت کنم در کنارش خیلی وقت بحث میکرد من رو قبول نمیکرد کوتاه میمدم برای اینکه اگه میخواستم با زور و با تحکیم با این دختر برخورد بکنم اینی نمیشد که الان شده مجبور بودم باشون کنار بیام و بپذیرم و باشون بشینم صحبت بکنم ما بدون گفتگو بدون به اصطلاح قانع کردن اینکه با زور و با دستور و با قانون بخوایم اون رفتار رو عوض کنیم با قانون رفتار عوض نمیشه همان گونه که در گذشته نتوانستند به زور هجاب رو از سر زنان ما بردارن قطعا ما با زور نمخ... نخواهیم توانست هجاب رو بر سر زنان به اصطلاح به پوشانیم اینا رو با این روند مگر اینکه رفتارمون رو اون همون آغاز مهد و کودک و مدرسه و دانشگاه رو با رفتار تربیتی اصلاح کنیم به این سادگی هم نیم. نمیشه در دانشگاه و مدارس یه افرادی رو گذاشت که از در تربیتی و آموزشی علمشو ندارن رفتارشون درست نیست تحکیمی با دانشجو با محصل برخورد میکنن به حکم اخراج بهشون میدن یا مثلا تعلیقشون میکنن انتظار داشته باشیم اونا ما رو بپذیره ما داریم عقده‌ای میکنیم دخترا رو و جوانایی که داریم اینجوری باشون برخورد میکنیم حق نداریم به نظر من ما در رابطه با اون حقوق شهروندی به دانشجو به, به دخترانمون خیلی و خانم هامون زور بگیم